تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی انطقنی بالهدى و الهمن التقوى. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه. هر آیه رو چند دقیقه ای با تفسیرش آشنا میشیم. تفسیری ساده، روان، فشرده، قطعی. به سوره کهف رسیدیم، از وسط قرآن رد شدیم، الان آیه 92 هستیم. بشنوید 92 و 93. ثم اتبع سببا. تموم شد آیه 2 کلمه. آیه 93. حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. ذوالقرنین. قصهش فقط دستور کهف اومده، جای دیگه نیومده. از اولیاء خدا بود به طوری که خدا باش مستقیما صحبت کرد. قلنا یا ذوالقرنین. در این که حالا کوروش بوده یا اسکندر بوده یا دیگه بوده گفتیم وارد بحث نشیم. هنر اینه که تو این قرآن هدف چیه. تو این سوره کهف میخواد بگه 3 سفره. یک سفر سفری بود برای حفظ دین. اصحاب کهف منطقه را رها کردن رفتن تو غار. سفر برای حفظ مکتب یاد گرفت. 2 سفر علمی و فرهنگی. موسی پیاده روی چند فرسخی کرد برای که خضر رو پیداش کنه، استفاده علمی کنه. این سفر سفر برای کمک به مردم. ذوالقرنین. یاد گیریم سفرها سفرهای بارداری باشه. سفر خدماتی، خدمت رسانی و نجات مردم مظلوم از شر یعجوج و ماجوج و ستمگران. سفر برای نجات مردم، سفر برای کسب علم، سفر برای حفظ عقاید و دین. اونی که بار سوره کهف اینه. حالا ثم اتبع سببا، گفتیم 3 مرتبه کلمه تکرار شده. اتبع سببا چون اول میگه آتیناه من کل شیء سببا، بعد پشت سرش میگه اتبع سببا. یه بار دیگه اتبع سببا، یه بار دیگه اتبع. اول میگه من کل شیء سببا، یعنی همه چیزی به ابراهیم، همه چیزی به ذوالقرنین دادیم. به سلیمان فقط تسخیر باد دادیم و جنی ها و نمیدونم حشر سلیمان جنوده من الجن والانس فهم یوزعون، یعنی پرنده ها و منطقه تی رو به سلیمان 7-8 چیزی دادیم. اما به ذوالقرنین من کل شیء سببا، همه چیز به ذوالقرنین دادیم. آدم یاد حضرت مهدی میفته که خداوند همه چیزی بهش میده. بعد حال از همه چیزم خوب استفاده کنه. ولی زهی میگه ثم اتبع سببا، یعنی خوب استفاده کنه. از این سببا پیروی کرد، یعنی از اینا رو به کار گرفت. چون آدم ها هستن که کامپیوتر داره به دعوتی که استفاده علمی کنه مثلا اهداف ناروای رو دنبال میکنه. اینترنت داره ولی استفاده علمی نمیکنه، استفاده عیاشی میکنه. ماشین داره ولی جای خوب نمیره، جای بد میره. مهم داشتن زبانی، مهم اینه که از این زبان چی بگیم، از این چشم چی ببینیم، از این فکر چجور فکر کنیم، پولمون رو کجا خرج کنیم. سمعت و سببا ای که 3 بار تکرار شده میخواد بگه آتیناه من کل شیء سببا مهم نیست. خب فرعون هم خیلی زیبش دادیم، نمرود هم خیلی زیبش دادیم، ولی اونها از این چیزا استفاده بد کردن. سمعت و سببا پیروی کرد از این. خب تا رسید حتی اذا بلغ بین السدین، تانگاه بین سفر سفر بشه. سفر اول به مغرب بود، دید مردم کافرن. سفر دوم به مشرق بود، دید مردم فقیرن. این سفر سوم مردم ناامنی دارن. 3 گروه 3 تا مشکل داشتن. گروه 1 منطقه غرب کفر. گروه 2 منطقه شرق فقر. گروه 3 منطقه ای که بین دو کوه، دید اینجا دیگه مسئله فقر نیست و مسئله کفر هم نیست، مسئله ناامنیه. ولذا اینا امکانات هم داشتن، گفتن پولت میدیم بیا برای ما استاد بسان. ایشون میگه پولت دادیم، این وضع مالش خوب بود. این هم که گفتن یا ذوالقرنین، پیداست ذوالقرنین رو به عنوان که ولی خدا پذیرفته بودن، یعنی یه مقدار ایمان داشتن، پول هم داشتن. ولذا گفت آتونی دو برای لحظید آهن بیارید، پیداست دسترسی به آهن هم داشتن. مس بیارید، پیداست دسترسی به مس هم داشتن.
مسو آب کنید رو آهنا بریزید، پس پیداست یه همچی امکاناتی داشتن، پس نه فقیر بودن نه کافر. اگر کافر بودن ذوالقرنین رو بهش احترام قائل نمی‌شدن. از تعبیری که مردم به ذوالقرنین پیداست پیداست او رو ولی خدا می‌دونستن. خیلی قشنگه سا، سه تا سفر رو سه تا هدف، سه تا یعنی جامعه شناسی و مردم میگه، جامعه کفر، جامعه فقر، جامعه ناامن. حتی اذا بلغ بین رسید بین دو تا کوه، وجد من دونهما قوما، در کنار اونها پشت اون دو تا کوه یه قوم رسید که لا یکادون یفقهون قولا، اینها چیزی هیچ سخنی را نمیفهمیدن. این کلمه لا یکادون لا یفقهون قولا رو مرادش اینه که اینا فرهنگشون پایین بود. نظرش رو در جای دیگه هم دیدیم سوره نساء میگه فما لها اولاء القوم لا یکادون یفقهون حدیثا، لا یکادون یفقهون حدیثا، لا یکادون یفقهون قولا. میخواد بگه اینا فرهنگشون پایین بود. خب قوانین حاکم بر طبیعت رو باید کشف کرد و به کار بست. سمعت و اسبابا، هر حرکت و هدف و سفری یه وسیله خاصی نیاز داره. یعنی شاید با وسیله که رفت شرق، با وسیله که رفت غرب، با وسیله که رفت شاید وسیله‌اش فرق بکنه که جدا گفته اتبع اسبابا، اتبع اسبابا، اتبع اسبابا، از سبب پیروی کرد. یعنی شاید با یه جا با کاروانی رفته، با یه جا نمیدونم با پول رفته، با یه جا با زور رفته. این یعنی هر چیزو با راه خودش، یعنی با از امکانات خودش استفاده کرد. پیشوای مردم باید به مناطق دیگر هم سرکشی کنه، در جریان اوضاع مردم قرار بگیره. تا حرکت و کاوش نباشه نیازها و واقعیت‌ها شناخته نمیشه. خدمت به مردم یک ارزشه، چه با فرهنگ باشن چه بی فرهنگ. اینجا میگه لا یکادون یفقهونه، لا یکادون یفقهونه قولا، اینا خیلی کلاسش پایین بود. بله خب خدمت به مردم باید باشه، همیشه لازم نیست که انسان بره. خب این سفر رسید به اینجا. پس حضرت ذوالقرنین از اولیاء خدا بود، امکانات زیاد خدا بهش داد، اونم خوب استفاده کرد. سه تا سفر رفت، سفر رفت به منطقه غرب، دید مردم کافرن، سفر رفت به منطقه شرق، دید مردم برهنه و لختن و فقیر فقیرن، سفر رفت به منطقه دیگه بین سدن و دید اونجا مردم ناامنی دارن. مردم جمع شدن که دستم به دومنه، بیا برام یه سدی بساز که یه عجوز و معجوز متجاوزین به ما حمله نکنن. حالا حضرت ذوالقرنین میخواد سد بر مردم بسازه چه جلوه ستمگرا رو بگیره. حالا این سد میگن دیوار چیه، باز رفتن زیر آب و رو آب و تو اقیانوسا پیش میگردن. ببینید هدف چی چیه. کتاب قرآن کتاب تاریخ نیست، قرآن کتاب هدایت است. ذالک کتاب هدن، بار هدایتیش برام مهمه. خب 92 و 93 تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.